دکتر محمد بصیر عثمانی، جراح پیوند گرده از استودیوی ترو نیوز از هرات با ما. آقای عثمانی سلام بر شما، شبتان بخیر. در مورد این که حالا پیوند گرده امکان پذیر شده در ولایت هرات و در یک از بیمارستانهای خصوصی انجام میشه، بیشتر بگوین و در این زمینه تشریحات لازم را با ما در میان بگذارین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما همکاران تلویزیون طول نیوز و بیننده های محترم تلویزیون طول نیوز. و درباره پیوند کلیه باید یادآور باشم که ما تقریبا از تاریخ 3 برج ثور سال روان عملا عملیات پیوند گرده در هرات شروع کردیم. و لازم یادآوریه که بگم ما در حدود تقریبا یک سال یک تیم اعزامی با حمایت وزارت محترم صحت عامه اعزام شدن به کشور جمهوری اسلامی ایران. به تعداد 20 نفر اعضای تیم ما بودند که متشکل از جراحان، نفرولوگ ها، انستیزیولوگ ها، در بخش نرسینگ از آی سی او به اونجا اعزام شدن و آموزش های فنی و مسلکی را دیدن. و بعد از این آموزش ها ما الحمدلله حالا توانایی را داریم که در ولایت هرات در چوکات شفاخانه خصوصی به حمایت وزارت محترم صحت عامه ما عملا پیوند شروع کردیم و تا به حالا حدود 20 مریض ما پیوند کردیم که فضل خداوند نتایج عملیات ما تا حالا خیلی عالی بوده و ما راضی هستیم. در مورد امین روند که گرده پیوند میشه از یک فرد به دیگر فرد، این چگونه یک روند است از لحاظ طبابت؟ یعنی با توجه به دشواری هایی هم که طبعا موجود است در این جریان، بیشتر بگوین که یعنی چگونه است؟ ببینید، عملیات پیوند گرده در مجموع پیوند اعضا به 4 نوع است. یکی به نام اوتوگرافت یاد میشه، یعنی پیوند اعضا از خود فرد در عضویت فرد از یک ناحیه به ناحیه دیگر. این بهترین پیوند است و عوارض بعد از عملیات از بسیار کم است. نوع بعدی پیوند آلوگرافت است، یعنی ما میتونیم که پیوند به اصطلاح از دو موجودی که از نظر ژنتیکی با هم بسیار مساوی هستند و تفاوت های زیادی ندارند، مثل دو قلوهای یک تخمی، از یا هم ما میتونیم به همدیگر پیوند بکنیم، یعنی از یک قلو به قلوی دیگر. این هم نتایج پیوند بسیار خوب است. پیوند سومی به نام ایزوگرافت است که پیوند ایزوگرافت از یک موجود زنده که به اصطلاح از نظر ژنتیکی تفاوت دارم، از نظر دیگه شما تا به اصطلاح یعنی از انسان به انسان ما میتونیم که پیوند انجام بده. و فعلا پیوندی که در دنیا ما رواج هست همین پیوند ایزوگرافت هست که از یک انسان به انسان دیگه یا به اصطلاح از حیواناتی که با هم شباهت دارن یا از موش به موش یا از سگ به سگ به اصطلاح این میشه ایزوگرافت. و بیشترین پیوند فعلا در دنیا انمی پیوند است که تشکیل میده. و چهارمی پیوند هتروگرافت است، یعنی از دو موجودی که کاملا از نظر ژنتیکی و ساختاری با هم مشابهت ندارن او انجام میشه که این پیوند نتایج خوب نداره. حالا آقای عثمانی، این 20 عملیات بس پیوند گرده که در ولایت شما انجام شده چگونه بوده؟ یعنی همین معیارش چی بوده؟ خب حتما از یک کس گردش گرفته شده و به کس دیگه اهدا شده، این چگونه است؟ روند اهدا کلیه برای مریض نیازمند ما در شروع کار قرار داریم. ارجحیت در روند پیوند کلیه برای فردی که ضرورت به پیوند داره، ما پیوند فامیلیال را ترجیح دادیم، یعنی کسایی که از نظر فامیلی با هم قرابت نزدیک دارن، یعنی اعضای درجه یک خانواده مثل پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان، از این کسا ما کلیه اهدا شده از وار میگیریم و به فرد نیازمند فامیلی از اونا پیوند میکنیم. یعنی میگن که امین 20 عملیاتی هم که شما انجام دادین، یعنی تیمی که شما هستین انجام دادین، معیارش همین چیز بوده؟ بیشتر ما سر همین چیز تاکید کردیم، ولی افراد هم بوده در جمع 20 نفر که بیگانه بوده، ولی به نام اهدا کننده کلیه آمدن. اما آقای عثمانی، در گذشته این بحث به اهدای به کلیه یا گرده تبدیل شده بود تا حد برای افراد بگونیم، اگر بگویم که سوء استفاده و بحث فروش گرده و این موارد، حالا چی گونه است؟ واقعا
فکر میکنین که این روند به گونه شفافش پیش میره در ولایت شما؟ ما اساسی که در پیوند روند پیوند کلیه در هرات انشاءالله تصمیم داریم که هم گذاشتیم و هم در تصمیم خود مصمم هستیم اینه که جلو سوء استفاده از قاچاق اعضا رو بگیریم. با ما الحمدلله چون تا حالا در شروع کار هستیم، این کار هنوز دوره که در کشور ما قاچاق اعضا صورت بگیره. این در کشورهای صورت گرفته که از سالیان سال از دهها به این طرف اونا پیوند گرده را انجام دادم و بالاخره در مراکز بسیار مختلف و وافر اونا میتونستن که عملیات های پیوند را انجام بدن، قاچاق اعضا اونجا صورت گرفته. ولی خوشبختانه در کشور ما از شروع برنامه این تصمیم داریم. البته این بسیار دور است که بالاخره در افغانستان بتونه قاچاق اعضا صورت بگیره، بسیار یعنی فاصله داریم ما از یعنی از چی لحاظ فاصله داریم آقای اسمانی؟ فکر میکنین که کار بسیار سخت خواهد باشه؟ ببینید شما، ما فعلا یک سنتر پیوند اعضا داریم و گروه پیوند و اعضای رهبری شفاخانه که ما داریم کار میکنیم افراد بسیار متعهد و در این زمینه بسیار جدی هستند که همچون کارهای انشالله در آینده های بسیار دور هم صورت نگیره. از همین حال به اصطلاح در نطفه خونسا بشه. و این گروپ را که شما اشاره کردین که رفتین به کشور همسایه و آموزش دیدین در این زمینه، همکاری های شما با دیگر ولایت ها حتی با دکتران در مرکز چگونه است؟ واقعا شما با وزارت صحت عامه صحبت هایی هم داشتین در این زمینه یا خیر؟ طوری که پیشتر خدمت شما عرض کردم، ما با حمایت و هماهنگی که وزارت محترم صحت عامه در قبال ارتباطات فی ما بین دو کشور داشتن، ما به اونجا اعزام شدیم و حمایت صحت عامه ما با خود داریم. وزارت صحت عامه از شما سپاسگزار هستم. آقای دکتر محمد بصیر عثمانی، جراح پیوند گرده، موفق باشین، پیروز باشین.